سلام، وقتشون بخیر، روزتون خوب و خوش باشین و روزگارشون پر از شادمانی باشه. بریم یک اتفاق جالب لیروز افتاد، خواستم خاطره خور با شما به اشتراک بگذارم، شاید برای شما هم کمک بکنه. دیروز اگه یاد شما باشه اول آپریل بود، معمولا مردم دروغ میگفتن. میخواستم یک اتفاقی برای ما افتاده او رو با شما شریک بسازم، شاید بتونه شما کمک بکنه. چهار روز پیش لپتاپ خانم شکست، لپتاپی که بیش از 10 سال سابقه داشت، خیلی کار کرده، بالاخره شکست و مجبور شدم یک لپتاپ بخرم. خب شما که در آلمان زندگی میکنیم ای به کلاین انسایگر میشناسین و با این اپ شما میتونین معمولا چیزای دست دو بخرید. من داخل این اپ نگاه کردم، یک مکبوک پیدا کردم که به خانم بخرم و بتونه از او استفاده بکنه. حالا مکبوکم داخل کیف منه، به شما نشون میدم. این مکبوک که شما میبینین این دیروز خریدم. خب شاید برای شما جالب باشه، خب چرا ما در مورد این میخوایم صحبت بکنم؟ راستش بخوایم میخوایم برای شما بگم که اگر هر وقت چیزی میخواین از تجربه که من دارم، تا میتونین در آلمان از آلمانی ها بخرین، به این خاطر که من تجربه کردم معمولا کمتر دروغ میگن. خب حالا چی ربط داره به اول آپریل؟ راستش بخوایم میخواستم ربط بده میدید تو رو هم میخواستم بگم که من تا حالا تجربه کردم چندین بار تبلت خریدم، موبایل خریدم، موتور خریدم. شما هم حتما تجربه کردین موتور خرید و همیشه خاطره خوب داشتم وقتی از آلمانی ها خریدم. انسان ها همه دروغ میگن، آلمانی ها افغان و افغانستانی و ایرانی و غیره نداره، اما من تجربه کردم که آلمانی ها کمتر دروغ میگن. مثلا یه خاطره جالب دارم، یک روز یکی از دوستان رفته بود و یک موتور خریده بود، از کسی خریده بود که چند روز پیش از عجا بوده. میگفت که نفر آجی هم بود، قسم هم میخورد که این موتوری که گرفتم خیلی خوبه، فایده هم زیاد نمیخورم. ما با دوست خوب به موتور سوار شدیم، رفتیم طرف برلین میرفتیم، وسط را موتور ماشین جمع کرد و وضعیتش خیلی خراب بود. به هر حال من میخواستم بگم که این مکبوکی که من خریدم، دیروز خریدم، به صاحبش هم گفتم اگر این خیلی خوب نبود برای من میتونم پس بیارم، اگر تو قبول بکنی. گفت خیلی خوبه، حالا به اونجا استاده است. من برای شما یک بزنشان میدم. اون موتور بنز سیاه که شما میبینید، فکر میکنم صاحب این مکبوکه، دیروز آمده ای برای فروخته، امروز منتظره تا من مکبوک پس بدم و پول من پس بده. اونجا انتظار میکشه و منتظره تا من مکبوک ببرم برای پس بدم و پول من پس بده. به هر حال دلیلی که میخوام این پس بدم اینه که متاسفانه یا خوشبختانه خانم با مکبوک زیاد کار نکرده و خیلی راحت نبود و بعضی از برنامه هایم که معمولا به ویندوز میشدن مثلا رایگان دریافت کنم، مجبورم بخرم، استاپ میکنم، قطار رد میشه، مجبورم یک لحظه قطع کنم. به هر حال اگر در آلمان زندگی میکنید، سعی کنید حتما از آلمانی ها چیزی بخرین و اگر بقیه هم میخرین کوشش کنین با دقت سند داشته باشین. ولی اگر از آلمانی ها بخرین، نظر به تجربه‌ای که من دارم، تا حالا چند بار موتور خریدم و وسایل دیگه خریدم، نقص نمیکنین. مکبوک پس دادم، ولی میخوام برم که یک دونه لپتاپ بخرم. باکی قرار گذاشتم قرار لپتاپ خود بیارم و لپتاپ ازو بگیرم، ببینم که از اون لپتاپ هم مثل این مکبوک که خریدم فایده میکنه یا نه. اینجا هم ساختمان دانشگاه زیبای هانوفره، دانشگاهی که قرار بود من دانشجوی این دانشگاه باشم، اما متاسفانه یا خوشبختانه رشته‌ای که من می‌خوندم در این دانشگاه نبود و حالا مجبور در دانشگاه اولدنبورگ درس بخونم. عجب اتفاق جالبی افتاد. من یک اسکا متوجه نبودم، رد شدم. اسکا اسمایشان شبیه هم بود، من متوجه نشدم. ولی من منتظر هستم کسی هم که لپتاپ آورده منتظره، شاید از اون نتونم تصویر شاید اجازه نده، شاید خوش نباشه. به هر حال قراره که به موتر خودی بیایه به اینجا، به دمخونی و نرم به اسکایی که من قرار گذاشتم برسه.
شانس میارم. در حال چک کردن لپتاپ هستیم و میبینیم که او مشخصاتی که نوشته بوده همون مشخصات داره، مشکل دیگه نداره. چطور؟ لپتاپ گرفتم سر وقت خواهم این نفر آمد، ولی قولم داد به که اگر لپتاپ خوش نکردم دوست نداشتم میتونم پس بیارم. نمیدونم، ولی شما که این ویدیو رو میبینید شاید کمتر دروغ بگین، ولی تجربه من نشون داده که من وقتی چیزی دست دو میخرم اگر از آلمانی ها بخرم خیلی ضرر نمیکنم. مثلا اون مکبوک من پس دادم و راحت اون نفر گرفت، هیچ مشکلی هم نبود. دوبار به خاطر اون مکبوک خودش آمد پول منم پس داد و این نفرم دانشجو بود، مثلا سر دومش بود، پول گرفت گفت اگر خوش نبودی مشکل نداره سه چهار روز بعد من خودم میام آدرس خونه خوب بفرستم، من خودم میام پول تو پس میدم و میتونی لپتاپ پس بدی. من خیلی عاجل میخواستم یک لپتاپ بگیرم چون لپتاپ خانم یک دفعه ای شکست و چند روزم رخصتیه، امروز هم رخصتیه. اگر ما آنلاین هم میگرفتم دیر میشد. البته قیمت مناسبی هم هست، 8 جی بی رم داره، 1000 جی بی حافظه داره، 4 جی بی تقریبا گرافیک داره. برای کار آنلاین که خانم درس میخونه برش مناسبه تا که بیه از لپتاپ هم استفاده کنه. البته شاید بعد شما فکر کنیم که ایشان نجات پرستی باشه، چه ربطی داره؟ میتونه غیر از آلمانی ها خارجی ها هم میتونن راستگو باشن. بله، ربطی به نجات نداره، ربطی به ملیت نداره، اسمون هم اومد. اما تجربه من نشون داده که معمولا آلمانی ها راست میگن، کمتر از ما دروغ میگن، شاید دروغ میگن کمتر از ما دروغ میگن. و این که من میخواستم لپتاپ به صورت آنلاین بخرم، اما این روزا رخصتی است، چند روز رخصتی، متاسفانه نمیتونستم. خانم من مجبور بود هرچی عاجلتر یک لپتاپ دریافت بکنه و من خواستم یک دست دو بگیرم و یکی کار از هم خیلی خوبه، گرافیک بالایی داره. اسبان من محمد، چون اسبان آمد از پیش به میرفت مجبور بود خیلی عاجل سوار بشم. برحال من تجربه خوب شما به اشتراک گذاشتم، شما لطف کنید تجربه خوب به اشتراک بتونید زیر همین ویدیو بنید چی کار شما ممنون کردید، حالا نقص کردید فایده کردید یا نه، و دیگه شما در مورد این ویدیو چیه. وقت خوش داشته باشید، خدا نگهدار.